مثل همیشه اومدم ماینکرافت پلی میدم ولی نه با موس و کیبورد. درست شنیدین، امروز قراره بریم با این لاواسا ماینکرافت پلی بدیم، یعنی دوال سنس و همون کنترلر PS5. و اگه فکر میکنین که ماینکرافت ویندوز ادیشنه، سخت در اشتباهین، چون ماینکرافت جاوا ادیشنه. و از اونجایی هم که خیلیاتون میدونین بازی کردن با کنترلر PS5 یا کنترلر PS4 روی جاوا ادیشن اصلا کار آسون و نرمالی نیست. ولی خب امروز قراره با این لاواسا ماینکرافت رو تست کنیم و بریم ببینیم اصلا با این حال میده بازی کردن یا نه همون موس و کیبورد بهترن. در صورت اگه با ویدیو امروز حال کردین، حتما این ویدیو لایک برام بکنین، چنل ساب بکنین و اون زنگوله بغلش هم مستمرات من بزنین، فالو این صفحه هاش که لژندری مارش که آدم فراموش نشه. براسی بسیاس یوم توی ویدیو. خیلی خوب، خیلی خوب میریم سراغ ماینکرافت اما با کنترلر و واقعا هم حس خفنی داره. الان رو مود بیگ پیکچر هستیم داخل استیم و یه فضای خیلی خفنی یا کنسولی بهتون میده که احساس میکنه یه کنسول دارین و واقعا هم با کنترلر یا همون دسته میچسبه، خیلی هم میچسبه. شاید برای خیلیاتون سوال شده باشه که چجوری میخوام بازی کنم، اونم با دسته و از همه جالبتر با تیلانچر. یا شاید الان براتون سوال شده تیلانچر داخل استیم؟ آره. در صورت میبینین که هیچ کنترلر یا همون دسته یا ساپورت نداره این بازی و بازیایی که کنترلر ساپورت درشون یه علامتی کنترلر هم میاد که میشه با دستی هم کنترلر هم بازیشون کرد. برای مثال رمبو نمیشه، ماینکرافت زده نمیشه، کانتر میشه، جی میشه، یارشت نمیشه و و و. خیلی خوب، اگه دوست داشتین که آموزش اینو براتون بزنم که چجوری شما هم میتونید با این روش بیاین بازی کنین، حتما داخل کامنت ها بگین. اگه دیدم کامنت ها خیلی زیاد بود، بالای 2000 تا، براتون آموزش پلی دادنش هم میذارم که البته فقط شامل کنترلر PS5 نمیشه، کنترلر PS4، ایکس‌باکس و هر چیز دیگه ای که البته استیم ساپورتشون کنه. براستی نکته شاید براتون سوال شده باشه چجوری وایلس فصلن، باید سیم بزنیم و از این جور چیزا. ولی خب لطفاً آنتن کوچولو که اینجا می‌بینید دقیقاً همین آنتنه، یه چیزی مادربورد به درد بخوره واقعاً همینه. مادربورد هم بلوتوث و وایفای وایلس داره، خب این خیلی خوبه. البته بلوتوث که همیشه که وایلسه، ولی خب اگر هم لپتاپی چیزی دارین میتونین وایلس فصلین. خیلی خب، در اصل مقدمه خیلی طولانی شد، کانفیگم کاملا اوکیه و استارتش می‌زنید. با این روش فقط می‌تونید از استیم ران کنین تیلانچر رو و همینجوری که می‌بینید وقتی ران کردیم این گوشه می‌نویسه که کنترلر ساپورت شده و کانفیگش لود شده. خیلی واقعاً عجیبه کنترل کردن موس با اینا. نکته کسی اینه که کانفیگش دستی انجام دادم و چیز آماده ای نبود و واقعا پدرم در اومد. پس خیلی عجیبیه، یه لانچر رو از یه لانچر دیگه رام میکنی، اصلا یه جوری فوشه به لانچر. چرا بالون پایین مینویسه؟ الان داری میبینین این پایین منظورم. خیلی خوب، خیلی خوب، امیدوارم که کراش نکنه. و بله، ماینکرافت 1.18 اونم با کنترلر PS5 یا همون دوال سنس. خیلی خوب، میریم و یه مپی چیزی درست میکنیم تو سروایوول و کریتش میکنیم. بسر واقعا استجبیه لسته بایستیم اینه برم بالاتر که شما قشنگ کنترلر رو داخل دستم ببینین. خیلی خوب، خیلی خوب، Let's effing go. بایی تون را رفتن آردیک رو ست کردن به جای کلنگ میشه کنترلر و با این تون میره. بایی رو رفتن اینا هم کلن آنالوگ ها ست کردن، بایی این و انور کردن یعنی کار موس. واقعا پدرم سر یکی در اومد این آنالوگ رو ست کردن که واقعا کار سختی هم بوده، یک سری کلیش اینا میخورد. پریدن رو گذاشتم با زبدر، با زبدر میپرم، با مربع اینونتوری باز میکنم، اگزیت همون دکمه استارت یا همون آپشنه، با دایرم با دایرم فست میدوام یادم بود، و با مثلث هم آیتم دراپ میکنم، با آردو میتونم بزنم و با ال دوام بستاره میتونم بذارم یا سوار چیزی بشم. هم باز کردن در اینا کلا کلیک راست و چپ موس فقط این ور اونورشون کن که راحت تر باشم. فلینگ خیلی عجیبیه واقعا، یه جوریه واسه یه نفر که کلا با موس بازی کرده، یعنی رسما یه جوریه، چون که الان اصلا تکون دادن یه جوری شده. او یه زامبی میتونیم بکشیمش واقعا؟ ای قبل اینکه بمیری با داستا او کشتمش، نکشتمش، کمون دا بکشمش. در صورت بریم یکم بازی کنم ببینیم کلا چه جوری حس و حالش، یعنی میشه واقعا با کنترلر بازی کرد. اولین چیزی که خیلی رفته رو مخم، او این کیوا 118 هم که قشنگ به قول یکی از بچه داخل کامنت عروسی ما باس و نمیشه رفت داخلش فعلا مخصوصا با کنترلر. داشتم میگفتم چیزی که رو مخم این آنالوگ است که به جای موس کار میکنه و واسه یه نفر که کلا همیشه موس دستش بوده خیلی خیلی رو مخه و اصلا یه جوریه که شما میگین و حس زیاد جالبی نیست. از این نظر این که دارین اینجوری میزنین خیلی حس باحالیه. خیلی بچه ها میدونن تریگرای این لامصب یا همون الدواردو ایناش یه حالت سفت و نرم شدن داره که تو دوال سنس تازه اومده و یه قابلیت باحاله، هرش الان کلا آف نمیشه آنش کرد، کلا سفت میشه، کلا با کشش زره فشارش میده. اونو داشت به نظرم بهترم باحالترم میشد، ولی همین الانش هم که داریم اینجوری کار میکنیم به نظرم خیلی جالبه. یه نکته خوبی هم که هست اینه که میتونین رنگ لایت بارشو، این لایت بار آبی کوچیک
کوچیک این خطا رو میگم. اینا رو میتونید تغییر بدین داخل استیم و بعد نارنجی میذاشتن، ولی خب این رنگ دیفالتشه. اوکی حالا گوسفندمو کشم، خیلی خوب کلی درخت کندم، بریم ببینیم چه جوری بازی کردن. آ راستی واسه اینونتوری، واسه اینونتوری بعد موس کورزتون بالا پایین کنین. یعنی بالا پایین و چپ و راست پدا گذاشتم که اگه با چپ و راست این شکلی کنین انگار هم بالا پایین شده، که این به نظر باحال تره، این ور اون ور میشه و باحال کلا. و برای فشار دادن کروزرم دکمه پانه گذاشتم بالا رو، یادم نمیاد دقیقاً چی بالا بالا که پدای کاستوم موسمه که داخل ماینکرافت به کار نمیاد کلا. پسر باید واقعا اعتراف کنم یه جوری که بیشتر از یه جوریه، بیشتر از یه جوریه، ولی باحاله. میدونین چی میگم؟ تجربه ای که دارم واقعا باش حال میکنم. قصدم فعلا اینه یه سری وسایل بسازم برم باش ماین کنم، ببینم میشه عادی بازی کرد یا نه. خیلی خب همین قد بسته. یه بایومای باحالی هم خوردم ولی جنگل واقعا سرسبزی جنگلو خیلی دوست دارم، خیلی محیط شاد و خفنی داره. بکنین میتونین قشنگ با این حرکت فلکس کنین. چه جوری؟ اینجوری که مثلا فرم میاد میگه واو منم خوب PS5 دارم، ولی PS5 نمیتونی شیدر بزنی، ولی من زدم عوضی. میتونی اینجوری بسوزونی طرف مقابلو، حتی اونایی که PS5 دارن. واقعا خیلی چیز باحالی از این نظر، یعنی واقعا میتونم میگم سیستم یه جوری همه چی تمومه و واقعا خفنه. خیلی خوب میریم و وسایلو میخوام. اونجا شیفتو میگرفتیم، اونجا شیفت دت نکردم، بکنم شیفت این گذاشتم. اوکی شیفت و اینو میزنیم، نه نمیزنیم. خیلی خوب الان چهار تا، الان چجوری من این باید اینو نگه دارین اینور اونور این شکلی کنین؟ یه جوری بود در حالت موسنش یه رو مخمسته کم سنسیویتیش هم یه جوریه، باید این شکلی کنین و جمع کردن کلشو. خیلی عجیب و کمی کرینج و خلاصه یه حس کاستومی. خب برای کاشتنش هم از اینوری استفاده میکنیم. خیلی خوام نگه داشتم که داخل ویدیو بازی کنن و الان میبینن که واقعا حس کرینج داره یکم. خیلی خب در صورت میخوایم بریم، یعنی پی وی پی کردن میتونین با کنترلر انجام بدین، یه جوری نیست نمیدونم، برای من که یه جوری الان هرچند که پی وی پی نمیکنم ولی خب یه استیک بیشتر ندارم. بعد نگاه کنین اینو نگه داریم و یه ذره بدیم بالا، ولی در کل به نظر من خیلی حال نمیدونم، خیلی به نظر من حال میده با اینکه کرینج هم حتی هست. چرا؟ چون که اصلا یه احساس نوبودنی به شما میده. میدونی چی میگم؟ همش با موس و کیبورد و اینا، الان اصلا یا با کنترلر، من کنترلر PS5، حالا ایکس باکس هم بود به مراتب آسون‌تر، فکر کنم همین شکلی ساپورت داره و کلا کارتون خیلی راحته، ولی الان که با کنترلر PS5 داریم پلی میدیم، الان دقیقاً ماینکرافت داره یه جوری فکر می‌کنید دارین با موس و کیبورد بازی می‌کنید، در حالی که توسط اینا کنترل میشن و یه جوری کلا الان حکم موس و کیبورد من چی میگم. خیلی با هم نمیریم سراغ مای اوراسی. با این F5 گذاشته بودم یه بتونیم وی رو عوض کنیم. داره شب میشه و من نیاز به تخت خواب و غذا دارم واسه همون یه گوسفند، یه گوسفند تو رو خوری، گوسفندی یه گوسفند بود، یه گوسفند، یه گوسفند سفید بود. خوبه شانس آورد یا بکشمت عوضی. خیلی خوب میریم سریع یه تخت خواب درست میکنیم. یه جوری آدم کلا یادش میره. یه تخت خواب، خیلی خوب یه تخت خواب درست کردیم. دارم این ور اونور میزنم، ای فکر میکنم اینونتوری میخواد این ور اونورش پایین بره، ولی خب نمیره، باید با پدا بزنیم با این پدا. خیلی خب برمیداریم و میخوابیم. راستی تایپ هم دیگه نداریم. کلا فکر کنم یه سری دلایل بوده که نذاشتن به صورت اوکی این حرکتو بزنیم، باید زورکی این حرکتو بزنیم، ولی خب الان اوکی شد. برای این میریم و به دنبال سنگ اینا میگردیم، بریم داخل اون کیو ببینیم میتونیم دووم بیاریم یا نه. همینجوری دمیج بعد خورد به سر. کیوا رو نگاه کن، واقعا باحال و ترسناک شدن. و اولین سنگ ناموسن ماینش، اوکی حس ماینش اوکی، به خاطر تریگرای خفن این کنترلر، ولی خب در صورت حس ماینشو میتونی اوکی بدین، ولی الان آدم ریسکی نمیتونه. اون شیفت ندارم راستی، بسر واقعا ریسکی شده، بیشتر از اینم نمیخوام پایین برم، میرویم بالا. اوکی در کل الان که میبینم خیلی خیلی هم کرینج نیست و بد نیست، تازه داره خوشم میاد. البته نه از این لاماستاب، از این اصلا. خیلی خب اینه، پیکاکس میسازیم و ورش میداریم به جای این پیکاکس، خیلی رو مخه. یه دارم اکس میسازیم. خیلی خب اینه از این کلا. بریم دوباره سراغ کابلستون، استون جمع کنی. آهن اونوره بسر، من این آهن ها رو میس نمی کنم. اصلا همون جوری که تو سری هاردکور هم گفتم، جمع کردن اورا الان خیلی خفن‌تر و بهتر به دلیل کیف‌های بزرگتر، اتمسفر خفن‌تر بازی شد. این خوبه، اینم از این. نیافتم مواظب باشم یکم. اینو خدایی نمیتونم اغراق کنم، پریدنش زبدر خیلی عالی. یعنی اینجوری
پرین خیلی حال میده. اینو نمیشه دروغ گفت، واقعا اینش داره حال میده. پریدنش فقط حال میده البته، این ورم بر کردنش، ولی این ورم بر میکنی اون حس اون پریدن از بین میره. خلاصه خونسا میکنه همدیگر. یه فرنس درست میکنم، اینو میذاریم این ور و روش میزنیم. کمی لاگ داریم، یه لحظه بسیم میذاریم اینجا، اینو اینجا، اینو اینجا. خب سپس اینجا، اینجا و اینو این دارم حرفه ای میشم پس با این کنترلر. واقعا واقعا الان که میبینم بد نیست، حال میده. یعنی تونستم با این لامصب آیرون هم جمع کنم. خوب باشه، آیرون خیلی ایزی بود، خدای ایزی بود، ولی تونستیم جمع کنیم. این چیزی از جمع کردنش کم نمیکنه. اینم از آخری شد دیگه تمام. خب حالا روی میزنیم، لتس گو. یه پیکاکس آهنی نمیذاره اینجا، نمیذاره اینجا، اینم به طبقه بندی خفنی شده. الان یه پیکاکس دارم که چیه؟ افینگ آهنیه. و اولی غذا ندارم، اسموکر میچکیم، یعنی چکونیم. فرنس داشت، فرنس که داشتم، ولی خب عیبی نداره دیگه، قابلستون دیگه، داد همچین به درد نمیخواد. حالا که درست کنیم از این استفاده کنیم. اینا خیلی خب اینو از این عالی شد، غذام داره درست میشه. تا غذام درست میشه بریم در دل جنگل، نچه نمیتونیم میکنم غذا بخوریم برای خوردن با این ور بود. اوکی، و سپس با قدرت برویم. فکر کنید این توم میدویم، بعد میخواید یو این شکلی کنید، دست اومد از این ور بریم، بعد از دویدن یا همون پریدن باشم کنید، دویدن پریدن میمونیم. اوه چه کیوی دایم اپتیفای ندارم، سی او دیگه با کیبورد کلیک میکنم. واو نامسته مورد علاقه من. پایینم بریم، بریم این غذا رو جمع کنم بریم پایین. خیلی خوب میشه رفت یواشون پایین، یعنی یه آبی چیزی هست، لاوا هست، میتونیم بپریم داخل لاوا. هی واسین اوه کم بریم اونورتر، انگار میتونیم بپریم. فقط ریسک شیفت ندارم. بپریم 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 وای این میوت بابا. واقعا خیلی کلوز بودم. هی ناسوا چه خبر، عجب چیزایی یعنی اینجا چه حس بال. ولی خدا کنه که الان ماب مار نکشه، میکشه قاعدتا، نمیشه نکشه که ایسی بزنه. او کلیپر اینا من مطمئن چیان فرار. وای تو هاردکور هم باید اینجا بیام، واقعا اتمسفر میزانی و داخل همین جابت خونه بسازن زامبی. وات اپ زامبی، تو فکر میکنی که من میتونی بکشی؟ در اشتباهی، حرکت کن عوضی، عوضی ها فکر که میتونی منو بکشین. درست دارین فکر میکنین داره شب میشه، ولی من تو آخرین ذره جونم مبارزه خواهم کرد. ساعت کدوم برداری میاد؟ کم کم اوضاع داره بد میشه. بریم این پایین، پایین آبه. آبه 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 فکرم آب بود. براش خفن امارش کردی دمتون گرم که ویدیو تا آخر نگاه کردین. لایک و ساب و فالو فراموش نشه. و اگه این ویدیو براتون بستم بود این دو تا ویدیو از دست ندید. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.